شنوندگان عزیز در سراسر جهان، انشالله که حال احوالتون خوبه. شما که انشالله حال احوالتون خیلی خوبه بشه. بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بیننده‌های عزیز. امیدوارم هر جای دنیا که هستین حال دلتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه مهمون خونه‌ی گرمتون هستم. خواهش می‌کنم. شما نوآوری شبس کردی دیگه، حالا سن که رفت بالاتر یکم یه چیزای تغییر کرد. آه، صحبت سن کردی. بله، صحبت سن کردی. تولدتون مبارک. مرسی. واقعا سورپرایز شدم. خواهش می‌کنم. تولدتون مبارک. انشالله سال لطف شما شامل حال من شده بود. خواهش می‌کنم. واقعا ممنونم ازتون. تقاضا دارم انشالله سالیان و سال سلامت. خیلی خوبی بود. خواهش می‌کنم. من که این هفته خیلی سورپرایز شدم، ولی دیگه این دیگه. خواهش می‌کنم. حسن ختام سورپرایز. خواهش می‌کنم. امیدوارم همیشه موفق و پاینده باشی و تندرست و هر سال بتونیم تولد شما رو جشن بگیریم. اینها انشالله یه فرصتی بشه اگر شد سال آینده در ایران. به امید خدا. به امید خدا. خب بریم به رویدادهای گوناگون از چهار گوشه جهان نگاهی داشته باشیم. از جمله مقام وزارت خارجه ایران در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی با تغییر مرزهای بین المللی مخالفت کرد. یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پی انتشار گزارش‌هایی از استقبال ولادیمیر پوتین از راه اندازی کریدور زنگزو که ایران و جمهوری آذربایجان بر سر آن اختلاف دارند، با سفیر روسیه در تهران دیدار و با تغییر مرزهای بین المللی مخالفت کرد. وزارت خارجه ایران مشتبه دمیرچیلو دستیار وزیر خارجه و مدیر کل اوورسیا در دیدار با الکسی ددوف سفیر روسیه در تهران بر حمایت از استقرار صلح و ثبات در قفقاز، مخالفت با تغییر مرزهای شناخته شده بین المللی و تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه و ضرورت توجه به منافع و نگرانی های مشروع همه کشورهای منطقه تاکید کرد. و اما آقای نتانیاهو، بله، که از مردم تقاضای بخشش کرده در ادامه اعتراضات گسترده در اسرائیل، نتانیاهو از مردم عاجزانه طلب بخشش کرد. پس از آنکه اعتصابات سراسری در اسرائیل این کشور را به صحنه بزرگترین اعتراضات از زمان حمله حماس در روز 7 اکتبر بدل کرد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در نطقی تلویزیونی از بابت اینکه نتوانسته جان 6 گروگانی که اجساد آنها روز شنبه پیدا شد را نجات دهد، عاجزانه طلب بخشش کرد. 2 روز پس از پیدا شدن اجساد 6 گروگان اسرائیلی، معترضان حتی بنیامین نتانیاهو را قاتل خطاب کردند، چرا که میگفتند او برای به خانه بازگرداندن گروگان‌ها کوتاهی کرده است. بله. و عکساشون همونطوری که مشاهده میکنین، 6 گروگان و آنان عکس تصویر قبل که متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن. و اما در همین رابطه که دکتر نشاط خبر رو در ارتباط با نتانیاهو به آگاهیتون رسون، این است که آیا اعتراضات گسترده میتواند نتانیاهو را به پذیرش آتش‌بس وادار کند؟ مخالفان بنیامین نتانیاهو در طول جنگ جاری او را متهم کردند که بیش از هر چیز دیگر و حتی بیش از سرنوشت گروگان‌ها در تقلای بقای سیاسی خود در صحنه قدرت است. مخالفان تاکید دارند که بقای ائتلاف دولت نتانیاهو به ادامه شراکت اسموتریش رهبر حزب راستگرا به رهبری بتسال مذهبی و ایتامار بن گویر رهبر جنبش اقتدار یهودی بستگی دارد. دو سیاستمدار مدار افراطی که از جایگاه پرقدرت و وزارت دارایی و امنیت ملی پیام‌هایی تهدید می‌کنند که اگر نتانیاهو با آتش‌بس موافقت کند دولتش را سرنگون خواهند کرد. خبرهای جدیدی میاد از آقازاده‌ها. بله، یه نمونهش پسر آقای شمخانی که شده سلطان نفت ایران. همین پسر آقای شمخانی. مبارک. خیلی مبارک. حسین شمخانی یا هکتور، پسر علی شمخانی، چگونه سلطان فروش نفت ایران شد؟ 2 سال پیش که شرکت میلابوس
دفتری را در یکی از گرانترین و شیکترین برج‌های دبی اجاره کرد، نامش را کمتر کسی شنیده بود. اما در عرض چند ماه این شرکت به نفوذ گسترده‌ای در بازارهای جهانی انرژی دست یافت. گفته می شود که این شرکت توسط حسین شمخانی، سلطان توزیع نفت جمهوری اسلامی ایران، هدایت می شود. به گزارش بلومبرگ، به نقل از بیش از 12 منبع آگاه، حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، در سطوح بالای مدیریتی میلابوس قرار دارد و به لطف حضور او این شرکت توانسته است از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و روسیه میلیاردها دلار پول به جیب بزند. کمتر کسی در دبی و محافل تجارت جهانی از هویت واقعی حسین شمخانی آگاه است و اکثرا او را با نام هکتور می‌شناسند. فعالیت‌های هکتور به بلومبرگ گفتند که او معاملات بخش‌های قابل توجهی از نفت ایران و روسیه را در دست دارد. بلومبرگ این گزارش را در نتیجه گفتگو با بیش از 30 نفر از آشنایان با فعالیت‌های حسین شمخانی و بررسی چندین سند اختصاصی تنظیم کردند. من بعد این هایلایتی که می‌بینین عرض کنم که در 930 سماتاور آفیس آقای حسین شمخانی در شیخ زاید رود و تلفن آدمیران هم هستش که صف یا در واقع 97714352151 تلفن دفتر آقای حسین شمخانی در 923 سما تاور در دبی. چه ساختمان این، چه برج. و اما باز هم نگاهی داریم به آقا ساده ها. اخبارشون داغه. بله. پس لرزه های حضور پسر عارف در جلسه دولتی. محمد فاضلی جامعه شناس و چهره اصلاح طلب با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود به حضور فرزند محمد رضا عارف در جلسه معارفه وزیر سمت واکنش نشون داد. آقای عارف توضیح بدهند پسرشان در جلسه رسمی دولتی چه میکرده است، به چه حقی، به چه سمتی و با چه دلیلی در جلسه حضور داشتم. خیلی افراد مثل من دولت را از درون دیدن و میدانن که این نوع حضورها منفعت خلق میکنند. یک خبر یا یک عکس از بودن در جلسه فرصت خلق آنت ایجاد میکنند. جوانان این کشور اهمیت دارد، یعنی در واقع برای جوانان این کشور اهمیت دارد که کشور چگونه اداره میشود و با چه قواعدی و با چه سطحی در رعایت اخلاق حکمرانی. آقای عارف درباره علت حضور پسرتان در جلسه رسمی دولت خیلی روشن توضیح دهید. اگر بساط این گونه حضورها به هر دلیلی و مداخلات امثال این آقازاده جمع نشود، عاقبتش بی آبرویی برای دولت است و امثال من آبروی پیش مردم گروگ نگذاشتیم که امثال پسر آقای عارف در مد و حاشیه دولت حضور داشته باشد. و اما آقای محمد طاهری سردبیر هفته‌نامه اقتصادی و نشریه تجارت فردا هم در شبکه اکس توییتر سابق نوشت: سوال کردیم چرا آقازاده را به جلسه رسمی میبرید؟ خبرنگاران را از نشست‌های رسمی حذف کردید. بابا دمتون گرم. ما راضی هستیم یک کشتی تفریحی برای آقازاده تهیه کنید و ایشان را با همان دوستان فعلی و قدیمشان بفرستید وسط دریا. اندک آبروی باقی مانده را با این رفتار نسنجیده برباد ندهید. بله، این از آقازاده ها. خب من حالا میخوام یه چیزی در مورد روسیه بگم. بفهمید. خبر در مورد روسیه. پژوهشگران روسی دارن روی طرحی کار میکنن که مقابله با پیریه. بله. ولی الان اومده دولت خیلی تحت فشارشون قرار داده که باید اینو به سرانجام برسونن. بله. حالا خبر چیه؟ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اوایل سال جاری میلادی از یک طرح جدید ملی خبر داد که هدف از آن حفظ جان هزاران شهروند روسیه اعلام شد و در چارچوب این طرح برنامه‌ریزی مقابله با پیری نیز تعریف شد. اکنون پژوهشگران روس تحت فشار قرار گرفتند تا در این زمینه به نتایج قابل توجهی برسند. بسیاری از آنها بر این باورند که زمامداران حکومت روسیه که سن اکثر آنها از 70 سال عبور کرده است، بیش از همه خواهان طولانی تر کردن عمرشان هستند. مسئولیت این طرح با هزینه‌های هنگفت بر عهده یک دوست نزدیک ولادیمیر پوتین است. بله.
و اما باز هم بپردازیم به حالا این جریانی که گفتی، یکی از معاملات اساسی در این زمین است که وقتی که این تر به انجام رسید میخوام بفرستن ایران سال عرش سنی ایشالله آقای جنتی اول از همه استفاده کنه عرش سنی بعض از سیاستمداران ما بالای 70 ساله مجلس خبرگان که همه ماشاءالله اوریج سنی بالای 80 همین روزا یه جلسه تشکیل میشه با آقای پوتین راجع به فرستادن این تن که میخوان سیاستمداران داخل کشور رو به زیر 70 سال برسونن بله. اگر نشون و اما اجازه بدید که بریم یه 4 تا جوان هستن در تلگرام فریبا جون عرض کنم که بالا نه 4 نفر هستن دارن سرود ایرانو میخونن خیلی هم زیبا میخونن خودشونه برای باجی بریم با هم نگاه کنیم من عاشق این جوونا هستم خانم یعنی عاشق جوونا هستم من یاد جوونیتون میافتید ببینید واقعا اینا در داخل کشور گل کاشتن به هر نحوی هست خودشون رو در جامعه نشون میدن در جامعه بین المللی نشون میدن حالا چه با حرکات های مختلف یا با ارائه این ویدیویی که یاد کشورشون هستن فریبا جون خواهش میکنم ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دیگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان تو بمان تو بمان ایران من و اما ماموران هنرمندن جان خیلی هنرمند خیلی مگه عاشقشونم واقعا از ته قلب عاشقشونم تمام جوانای ایران به هر نحوی دارن خودشونو ثابت میکنن حالا به هر نحوی که عرض کردم و اما ماموران با کاب میله و باتوم محمد موسوی را کتک زدن و اهالی محل هم صدای تیر را شنیدن این در شرایطی است که پس از کشته شدن محمد میر موسوی شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان حسن مفخمی شهرستانی فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران در خرداد سال جاری اشاره کردند که به نیروی تحت امرش دستور داده بود هر کسی در این استان هنجر شکانی کرد به حکم قانون گردنش را بشکنید و پاسخش با من همین آقا همین آقای فرمانده همین آقای حسن شهرستانی و در همین رابطه خانم فاطمه رجبی روزنامه‌نگار در مورد کشته شدن محمد میر موسوی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی نوشته از میدونید جوجه کردن یعنی چی؟ اگر نمیدونید از کسی که سر و کارش حتی در حد چند روز به آگاهی شاپور افتاده بپرسید تا قشنگ روانتون را به هم بریزن میخوام شما راجع به آقای توماج سالهی صحبت ولی من راجع میخوام به کیو مارکه صحبت کنم بله بفرمایید کیو مارکت این سوپرمارکت نمونه در منطقه ولی حرف اول رو میزنه واقعا میگم حرف اول رو میزنه قیمت، کیفیت، سرویس، مدیریت هر چی رو که شما بگید در این سوپرمارکت نمونه هست خیابان بنابراین تقاطع لوئیس کیو مارکت خانه شماست تلاقی لذت و خرید را با ما تجربه کنید. همیشه یک مورد خاص برای شما داریم. هر چیزی که تو ذهنتون هست رو ما داریم. با ما یک خرید واقعی انجام می‌دهید. در کیو مارکت بگرد، پیدا کن و لذت ببر.
در کیو مارکت عاشق خرید میشید. فقط با خانه شما کمی فاصله داریم. بیشتر خرید کن، کمتر پرداخت کن. تلفن 818-345-4251. آدرس ما 17261 ونوون استریت بلبالیک. بله بفهمید. خب آقای توماج سالی خب قرار بود که آزاد بشن، ولی بله. متاسفانه یه سری کارشکنی ها و دخالت های بیجا و بله. شخصی کسایی که توی قوه قضاییه بله. استان اصفهان هستن باعث شده که این هی به تاخیر بیفته. صفحه توماج سالی در رسانه‌های اجتماعی: ادامه حبس او ناشی از کارشکنی و دخالت‌های شخصی و غیرقانونی است. صفحه رسمی توماج سالی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با وجود لغو احکام صادر شده علیه او در پرونده 1401 و تبرئه از اتهامات مطرح شده، وی همچنین به طور غیرقانونی در زندان نگه داشته شده است. این صفحه همچنین اعلام کرد که بیش از 2 هفته از این تبرئه می‌گذرد، اما کارشکنی ها و دخالت های شخصی برخی مسئولین قضایی استان اصفهان مانع از آزادی او شده است. صفحه رسمی توماج سالهی در ادامه بیان کرد که مسئولین با دستکاری غیرقانونی در اطلاعات پرونده و ایجاد موانع اداری مانع از آزادی وی شدند. در این بیانیه آمده است اگرچه توماج سالهی از همه اتهامات تبرئه شده و محکومیت 1 ساله او نیز به پایان رسیده است، اما بهانه تراشی ها و سناریو سازی های برخی مسئولین قضایی همچنان ادامه دارد. این صفحه هشدار داده که در صورت عدم اقدام جدی از سوی مسئولین، افراد خاطی و دست‌های پنهان برخی نهادهای فراقانونی به زودی به صورت عمومی معرفی خواهند شد. بله، امیدواریم که هر چه زودتر آقای توماج سالهی آزادی خودشونو به دست بیارن. و اما سلفی گرفتن در المپیک پاریس کار دست ورزشکاران کره شمالی داد. پس از آنکه مسابقات المپیک پاریس صحنه‌های نادری از اتحاد میان بازیکنان تیم‌های تنیس روی میزی کره شمالی و کره جنوبی را به جهانیان نشان داد، نگرانی نسبت به احتمال مجازات ورزشکاران کره شمالی در حکومت منزوی و خودکامه این کشور افزایش یافته. لیم جونگ هون، یکی از اعضای تیم پینگ پنگ کره جنوبی که کشورش در رشته مسابقات 2 نفره مختلف برنز گرفت، پس از دریافت مدال با بازیکنان تیم کره شمالی که با کسب جایگاه دوم پس از چین نقره گرفتن، عکس سلفی انداخت. پیش از آنها ورزشکاران کره شمالی در رشته بوکس زنان هم با ورزشکاران کشورهای ترکیه و چین و کره جنوبی عکس گرفته بودند. دو بازیکن تنیس روی میز کره شمالی در بازگشت به کشور خود با مشکل روبرو شده و تحت بازرسی ایدئولوژی قرار گرفتند. غیر از دو بازیکن رشته رقابت 2 نفره تنیس روی میز که نقره گرفتن، سایر ورزشکاران اعزامی کره شمالی به دلیل ضعف و نگرفتن مدال تنبیه شدند. خب شما فوتبالی هستین یا نه؟ من به شدت تیم ملی. تیم ملی شما هستن. من که اصلا خیلی رو نمیشناسم. مثلا از فوتبال کلا 2-3 نفر بیشتر نمیشناسم. مثلا آقای علی دایی قدیمی ها مثلا چند تا رو میشناسن، ولی خارجی که مثلا فقط رونالدو و مسی رو میشناسن. بعد دیوید بکام هم میشناسن. کیو؟ دیوید بکام. آه دیگه. ولی خانومش هم میشناسی دیوید؟ بله، ویکتوریا بکام. بله. دیگه صنعت مد و فشن پرچمدار هستن. در مورد آقای قلعه‌نویی میخوام صحبت بکنم که همونطوری که نشون میده رد و پای دلالان در کنار آقای قلعه‌نویی هست که فهرست پر ابهام تیم ملی فوتبال ایران ردپای دلال‌ها در کنار قلعه‌نویی. تعداد زیاد بازیکنان مصدوم، نیمکت نشین یا بدون تیم باشگاهی در فهرست جدید قلعه‌نویی تعجب آور است. انتشار فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در بازی‌های انتخابی جام جهانی 2026 با انتقاد گسترده اهالی فوتبال در ایران مواجه شد. منتقدان با اشاره به غیبت چند بازیکن برتر لیگ ایران در این فهرست و همچنین دعوت از بازیکنانی که مدت هاست در ترکیب هیچ تیم باشگاهی حضور نداشتند، امیر قلعه‌نویی در سرمربی تیم ملی فوتبال را به همکاری با دلال‌ها و نادیده گرفتن توانایی بازیکنان شایسته فوتبال ایران متهم کرد. حالا قلعه‌نویی هم که در 2 سال اخیر درباره همکاری او با مدیران چند باشگاه
برای نقل و انتقال بازیکنان ملی پوش یا دعوت از بازیکنان گمنام این باشگاه‌ها به تیم ملی نیز اخبار متعددی مطرح شده تصمیم گرفته است بازیکنانی مانند احمد نوراللهی، محمد رضا اخباری، رامین رضاییان، دانیال اسماعیلی فر، سعید سحرخیزان و محمد جواد حسین نژاد را که در ماه‌های اخیر عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند از فهرست تیم ملی خط بزنند. بله. من قبل از اینکه بخوام در مورد خانم مینا پورنگ صحبت کنم از فریبا عزیز کارگردان فنی برنامه خواهش کنم یک کپشن پرمعنی، یک کپشن فوق‌العاده پرمعنی هستش که با هم نگاه کنیم و ببینیم ماجرا چیه. سه بزرگواری که بعد از 40 سال با آغوش ملت بازگشتن. خب نه برق داریم نه آب داریم. بله. و اینا خب به حال این کاریکاتور خیلی 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 پرمعنی است. درود به کسی که این طرحو به تصویر کشید. و اما خانم مینا پورنگ با بیش از 45 سال سابقه نزدیک به نیم، آقا ما این نیم قرن رو گفتیم، هر آگهی حالا ربع قرن، نیم قرن، همینطور دیگه همه قرنی شدن. بله. بله. من عرض کنم بس کنم حضورتون که مرها خانم مینا پورنگ واقعا یکی شخصیت شناخته شده اقتصادی هستن و در طی سالهای متمادی در ارتباط با املاک و وام خدمات بسیار ارزنده ای رو در اختیار هموطنان عزیز و همچنین جامعه کشور میزبان قرار دادن. با هر عزیزی که در زمینه املاک و ریل استیت و بروکر در میشناسی تماس بگیرید و تلفن آخر رو با خانم مینا پورنگ بروکر و ریل استیت تماس بگیرید و تفاوت رو خواهید دید. خانم مینا پورنگ با 45 سال خدمت به جامعه ایرانی به عنوان مشاور ارشد مورد اعتماد شما در زمینه املاک و وام. کالیفرنیا، استان طلایی امریکا، با کارنامه درخشان در 100 سال اخیر در جهان می‌درخشد. تلفن در لس آنجلس 818-348-5300-310-20-3-616. استان طلایی امریکا، کالیفرنیا، با بازار آزاد اقتصادی یکی از بهترین نقاط برای سرمایه گذاری امروز شما و پسندازی برای نسل‌های آینده شماست. تلفن در اورنج کانتی 949-552-6060. نزدیک به نیم قرن، سلیقه چشمگیر و بی‌نظیر شما و تلاش و کوشش پیوسته من حاصل خرید خانه بهتر، فروش بهتر خانه و گرفتن بهترین وام بوده است. مینا پورنگ. بازم خبر فوتبالی. باریکالا خانمی که خودم فوتبالی نیستم ولی خبر فوتبالی میخوام براتون بگم که آقای مشتاق جباری گفتن که آقای جواد نکونام داره به استقلال خدشه وارد میکنه و دشمن تراشی میکنه. مشتاق جباری میگوید استقلال به خاطر جواد نکونام خیلی دشمن پیدا کرده است. خواهش میکنم به شخصیت فوتبال کمک کند. جواد جایگاه مهمی دارد. او با رفتارش به استقلال لطمه زده. استقلال تیم خیلی خوبی دارد. به خاطر برخی رفتارهای جواد نکونام استقلال خیلی دشمن پیدا کرده است. طبیعی هم است. نوع رفتارش از نوع خیلی آزاردهنده است. باشگاه استقلال جایگاه بالایی در ورزش کشور دارد و جواد نکونام جایگاه ملی و باشگاهی بالایی دارد. او بداند الان چه باشگاهی را دارد. من به عنوان کسی که سالها در استقلال بازی کردم دوست ندارم تحت هر شرایطی قهرمانی به دست بیاورم. او قبل و بعد بازی صحبت نکند، هیچ تأثیری ندارد. نکونام مربی خوبی است اما نیاز دارد رفتارش را در یک بازبینی مجدد کند، مشاوره های خوبی بگیرد. تماشاگرای فوتبال و طرفدارهای استقلال فقط آنهایی نیستند که به تمرین میآیند و به استادیوم میروند. خیلی ها هستند که وارد این محیط نمیشوند اما باشگاه استقلال را به خاطر بزرگی و اتفاقهای خوبی که درش افتاده است دوست دارند. به نظرم جواد نکونام پارسال به این اعتبار لطمه زد و با نوع صحبت کردنش باعث شد که این شرایط پیش بیاید. اما امیدوارم امسال این کار را نکند، فراموش کند صحبت را و از نظر کادر فنی کارش را پیش ببرد. باز هم یه خبر فوتبالی در ارتباط با همون شخصیتی که شما دوستش دارید و بسیاری از ایرانیان ما دوستشون دارن، آقای علی دایی. بذارید من بیشتر در ارتباط با خانم آقای علی دایی صحبت کنم که خانم
منا فرخ آذری همسر علی دایی کیست؟ منا فرخ آذری همسر علی دایی که در ایران هست، که مالک جواهر فروشی و گالری نور در نیاوران تهران است، و علی دایی بهمن ماه 1383 با منا فرخ آذری ازدواج کرده است. خودش درباره آشنایی با همسرش به خبر ورزشی چنین گفته است: همسرم از آشنایان دور خانوادگی ما میباشد. مادرش اردبیلی و پدرش تبریزی است و بزرگ شده تهران است و 8 سالم از من کوچکتر است. آقای علی دایی در باره همسرش چنین گفت: همسرم در زندگی مشاوره خوبی داده و همیشه کنارم بوده و این برایم خیلی مهم است. اکثر کارهایم با مشورت او انجام می شود و بعد از ازدواج جایگاه اجتماعیم بهتر شده است. برخی رسانه‌ها گفتن منا فرخ آذری همسر دوم علی دایی است، اما خودش گفت، آقای علی دایی گفته: من در زندگیم فقط یک بار ازدواج کردم و این مسئله که دوبار ازدواج کردم به هیچ وجه عنوان درستی نیست. و اینکه بعضی ها ارائه کردن که خانم علی دایی در لس آنجلس هیچ حقیقتی نداره، و امیدوارم که این نام قهرمان رو به خاطر عرض کنم که مسائل شخصی بدنام نکنن، که من در همینجا بستش میدم و اگر لازم شد در برنامه بعدی بیشتر توضیح خواهم داد که برای کسب شهرت نمیتوانن نام علی دایی و همسر او رو دچار آسیب برسونن. خب حالا که این همه من خبر فوتبالی خوندم، یه خبرم پزشکی بخونم. بفرمایید خانم دکتر، بفرمایید. خواهش میکنم. یه چیزی هست، یه آزمایشی هست که پزشکان یا همون LDL یا سطح کلسترول بد خون رو در نظر میگیرن و آزمایش میکنن و طبق همین خطر بروز بیماری قلب رو پیش بینی میکنن. اما حالا یه داستان جدیدی پیش اومده که یه پژوهش جدید اومده. که میان خطر بیماری قلبی رو از 30 سال قبل میان پیش بینی میکنن. حالا این گزارش چی هست؟ به گزارش NBC نیوز، پزشکان مدت هاست با بررسی سطح کلسترول خون خطر بروز بیماری قلبی رو پیش بینی می کنن. اما به گفته کارشناسان، محدودسازی آزمایش خون به بررسی سطح کلسترول عوامل خطرزای مهمی و معمولا خاموش را نادیده می گیرن. در این پژوهش داده های حدود 30,000 زن امریکایی بررسی شده که در بازه زمانی 1992 تا 1995 میانگین سنیشان 55 سال بوده. حدود 13% آنها طی دوره 30 ساله تحقیق و پیگیری یا دچار حمله قلبی و سکته مغزی شدند، یا برای رفع تنگی یا انسداد شریان تحت عمل جراحی قرار گرفتند، یا در اثر بیماری قلبی درگذشتند. محققان توصیه می‌کنند همه افراد باید یک بار سطح LPE خونشان را آزمایش کنند، زیرا اگر بالا باشد همیشه بالا خواهد بود. نکته‌ای که وجود دارد این است که میزان LPE در زنان پس از یائسگی افزایش پیدا می‌کند و بهتر است دوباره آزمایش بدن. توصیه می‌شود این آزمایش سگانه خون در دهه 30 سالگی یا 40 سالگی انجام شود، که هنوز فرصت مداخله پزشکی وجود دارد و احتمالاً افراد به داروها نیاز داشته باشند. شما آقای معین چندین سال قبل یک ترانه اجرا کردم به نام ننه. پشت در رو انداختی ننه، با بود و خوب و بدم ساختی ننه. بخونه از اول، از اول بفهم. حفظ نیستم آخه. حالا هرچی که داره هرچی. پشت در رو انداختی ننه، با خوب و بدم ساختی ننه. سرم رو بگیر تو دامنت قربونه بوی پیرهنه. باری کرده. من یکی از طرفدارای خیلی پروپاقرص آقای موئینم. بله. و هر استوری که میذارم، بله، میخوام یه آهنگش بذارم، همش آهنگای آقای موئینه. بنده باشی. حالا یه دختر خانمی ولی باجون عرض کنم که همین ننه رو خوندن، این خانم خیلی بله میره با هم خیلی کارهای این خانم، دختر خانم کارهای خیلی زیبایی رو ارائه میدن. حالا بریم ببینیم یه بار دیگه. پشت در رو انداختی ننه، سرمو بگیر تو دامنت قربونه بوی پیرهنت، قربونه بوی پیرهنت.
دنیا رو میخواستی برام، عمر تو گذاشتی به پام، عشق تو فقط زیارت، نماز بود و عبادت، نماز بود و عبادت، حرف و حدیثت منم، عاشق کیست منم، سفید مثل برفه، راست راستی خیلی حرفه، راست راستی خیلی حرفه. باشه درون انداختی ننه، با خوب و بدم ساختی ننه، سرمو بگیر تو دامنت، قربونه بوی پیرهنت، قربونه بوی پیرهنت، و قربونه بوی پیرهنت. همیشه خیلی. و اما اجازه بدید که قبل از اینکه شما دوباره یک موردی در رابطه با آلزایمر مطرح کنید، داره. من یک سری برم خیابان پیکو نزدیک رابرتسون، یک خریدی دارم در اونجا که من مجبورم از ایلات مارکت خرید کنم. و ایلات مارکت هم بسیار فروشگاه نمونه است و بسیار مدیران واقعا مهربونی داره. همه چی عرض کنم حضورتون بوی تازگی داره. وقتی این در این ورودی یا خروجی ایلات مارکت باز میشه، به مشام شما تازگی از هر جنس و قلم و میوه و گوشت و دیگه نمیدونم خاربار و هر چی، آجیل و هر چی که شما فکر میکنین، کیک‌های تازه و همه چی در این فروشگاه نمونه که باز هم نزدیک نیم قرن فعالیت داره شما خواهید دید. خرید از ایلات مارکت به نفع شما. همه می دانند که ایلات مارکت در کیفیت و قیمت یک سوپرمارکت پیشتاز است. رفاه اقتصادی شما در هر شرایطی همیشه مد نظر مدیران این سوپرمارکت قدیمی و مطرح بوده و خواهد بود. طراوت و تازگی در میوه و سبزیجات و کلیه مواد غذایی در ایلات مارکت همچنان حرف نخست را می زند. لس آنجلس تایمز، کانال CNN و فود چنل، سه رسانه مطرح آمریکایی، ایلات مارکت را به عنوان یک سوپرمارکت ایدئال خاورمیانه ای معرفی کردند. رضایت شما در این سوپرمارکت بر هر سودی ارجحیت دارد. ایلات مارکت در 87 سی وست پیکو بولوارد. تلفن 310-659-7070 310-659-7070. خب بازم خبر پزشکی. بله. اگر در اطرافتون کسی هست که آلزایمر داره یا مشکل زوال عقل داره، لطفاً این دوتا جمله رو بهش نگین، یکی یادت میاد یا یکی دیگه این که بذار من کاراتو انجام بدم. شما اجازه بدین که کارشو خودش انجام بده، اگر نیاز به کمک داشت شما کمکش بکنین. این کلمه یادت نیست خیلی تاثیر منفی داره. به گفته کارشناسان این سوال بدترین چیزی است که میتوان از یک فرد مبتلا به زوال عقل پرسید. متخصصین علوم اعصاب و تاثیر تغذیه در آتلانتای جورجیا میگن که این سوال برای افراد مبتلا به زوال عقل خسته کننده و خجالت آور است. این پرسش باعث میشود که آنها در مواجهه با بیماری احساس ناتوانی و ناراحتی کنند. به باور متخصصان مجبور کردن فرد مبتلا به زوال عقل به اعتراف به اینکه خاطره یا مکالمه ای را به یاد نمی آورد احساس بدی در او ایجاد می کند. یا جمله بگذار این کار را برایت انجام دهم، به گفته آدریا تامسون، آسیب شناس گفتار و زبان در ماساچوست، یکی از سخت ترین بخش های این بیماری درک و به یادآوری روزانه اموری است که
که دیگر نمیتوانن مستقل انجام دهند. اغلب افرادی که نیت خوبی دارن شاید دلشان بخواهد که کارهایی را پیش از موعد انجام بدن، بدون آن که بدانن آیا ضرورت دارد یا نه. اما این کار استقلال فرد مبتلا به آلزایمر را کاهش میدهد. بهترین کار این است که با آنها اجازه دهید تا آنها کار خودشان را انجام دهند و اگر نیاز بود از شما کمک بخواهند. آن وقت میتوانید به آنها کمک کنید. بله، بسیار نکته خوبی رو خانم دکتر اعلام کردین. بسیار، چون الان هم خیلی آلزایمر زیاد شده متاسفانه. من میبینم کسایی که مسن هستن و سنشون زیاد میشه دیگه همش میگن مادر پدر منو یادت نمیاد نیست. شما باید یه چیزی مشترک، خاطرهای مشترک بگین که اون دنبالش بگرده. بله، توی ذهنش. درسته خانم دکتر. و اما یه پرونده، یک خبر بسیار وحشتناک رو خدمت ببخشید، عرض کنم اجازه بدید من یک چوره آب بنوشم. پرونده یه وحشتناک مرد فرانسوی که به زنش دارو میخورن تا مردان به او تجاوز کنن. در فرانسه دادگاه دومینگ پ، مرد بازنشستهی که متهم است با خوراندن دارو به همسرش غریبه ها را برای تجاوز به او به خانه میآورد آغاز شده است. این پرونده که وحشتناک توصیف شده، شوک بزرگی به جامعه فرانسه وارد کرده و قاضی در اولین جلسه از دادگاه با درخواست علنی برگزار شدن دادگاه موافقت کرد. این در حالی است که مدعی عموم خواستار جلسه غیر علنی شده و تاکید کرده بود فیلم‌های واقعی که توسط شوهر فیلم برداری شده ضرورتاً پخش می‌شود و علنی بودن دادگاه نه تنها خطرناک خواهد بود بلکه حیثیت افراد را نیز از بین خواهد برد. برخی از وکلا و مدافعان نیز برای توجیه ضرورت غیرعلنی بودن جلسه گفته بودند که این محاکمه نباید به یک نمایش تبدیل شود. اما وکلای شاکی یا همون قربانی اصلی که رسانه از او به عنوان ژیزل پ نام میبرند و 72 ساله است، تاکید کردند که موکلشان میخواهد این دادگاه کاملا و تا انتها علنی باشد. علاوه بر این، سه فرزند این زوج نیز همگی خواستار علنی شدن جلسات دادگاه بودند. این پرونده به دلیل تعداد زیاد متهمانش در مجموع 51 متهم از 26 تا 74 ساله به یک پرونده تقریبا استثنایی در فرانسه تبدیل شده و قرار در رسیدگی به آن در دادگاه کیفری از امروز به مدت 4 ماه به طول انجامد. ملاحظه می‌فرمایید که سه تا فرزندش، دخترش و دو تا پسرش و اون زنی که قربانی شده در تصویر ملاحظه می‌فرمایید. و اما خانم دکتر، نمیدونم شما یه وقتی عرض کنم حضورتون در مورد اوزمپیک میخوام صحبت کنم، ولی اگر ممکنه اجازه بدین که در مورد این روغن نباتی شیراز صحبت کنم که تولید در کارخونه روغن نباتی شیراز متاسفانه به صفر رسید. رسانه از به صفر رسیدن تولید در کارخانه روغن نباتی شیراز با برند نرگس شیراز خبر دادن و اعلام کردن که این واحد تولیدی دچار چالش شده. خبرگزاری ایلنا در گزارشی از وضعیت این کارخانه نوشته است بیش از 3 ماه است که تولید کارخانه روغن نباتی شیراز به صفر رسیده. کارگران به اسم تعمیرات، رنگامیزی دستگاه و نظافت در کارخانه حضور دارند، اما از خرداد ماه تولیدی انجام نمی شود. این خبرگزاری عدم تأمین مواد اولیه را عامل این بحران اعلام کرده و نوشته حقوق تیر و مرداد کارگران هم پرداخت نشده. به نوشته این خبرگزاری، قرارداد کارگران تا پایان شهریور است و نگرانی از عدم تمدید برای آنها ایجاد شده. بله بله، ایجاد شده. فریبا خانم، ما چقدر وقت داری؟ سه دقیقه وقت. فریبا جون، یادتونه که یه دونه کپشن نشون دادیم که سه تا آفتابه با چراغ نفتی و اینا بود؟ حالا یه آقایی زنگ میزنه در همین رابطه، تو همین تلگرام، در ارتباط با بعد خودش در ارتباط ببینید نه ماجرا رو گوش کنیم ببینین اصلا چیه. فریبا جون خواهش میکنم. سلام، خسته نباشی. خواستم تشکر ویژه ازتون داشته باشم بابت خدماتی که بهمون میدید. واقعا همه چی عالیه، دستتون درد نکنه. خواهش میکنم آقا، کاری که از دستمون برمیاد. بله بله، خیلی تشکر میکنم، واقعا ممنونم ازتون، دمتون گرم. همه چی روال کولر گازیمون هم تازه دور تونده. جناب از کجا تماس میگیرید شما؟ از عراق. <تص->
این هموطن ما هم که تو عراق بود تشکر. یه کپشن دیگه هم از فریبا جان، اینم نشون بدیم که دانه میگه که عرض کنم که هر بله هر بچه‌ای به هر حال یه کارنامه برای خودش داره میبره در ارتباط یه کودکی که به مدرسه میفرستید، پس از یک سال کاغذی میاره به نام کارنامه سال تحصیلی. اگر بخوایم منصفانه قضاوت کنیم عرض کنم که این هم کارنامه 45 ساله آقایون محسوب. اون موقع ها دلار بوده چقدر؟ 143 دلار در ازای 10,000 تومان و الان همون مبلغ شده 2 سنت. بله. خب متاسفانه. شما من قبل از اینکه شما اوزمپیک رو بخواییم بخونی؟ بله. من بعد برم سی وی اس. بفهمید. ماشینم تصادف کرد. خدا نکنه. ولی اگه ماشینتون تصادف کرد اینجایی که آقای سپرمن میگه سی بی اس. بله واقعا فریبا جون اوزمپیک اگه باشه خبر آخر. سی بی اس اوتو بادی شاپ در نورت هالیوود هستش. واقعا مطمئن باشید وقتی که به این سی بی اس اوتو بادی شاپ مراجعه میفهمید به هیچ عنوان پارت های افتر مارکت رو استفاده نمی کنن. خیالتون راحته. اگر تصادف کردید دوتا هم خودتون مستقیما با بیمه تماس نگیرید، با سی بی اس اوتو بادی شاپ تماس گیرید. در خدمتی. خواهش میکنم. بادی شاپ، بهره گیری از فناوری روز، مدرن ترین دستگاه های خاص تصادف اتومبیل، تعویض و تعمیر اتومبیل های تصادفی اعم از برقی و بنزینی، بهره گیری از 50 کارگر متخصص با 40 سال سابقه درخشان، ارتباط مستقیم با کلیه کمپانی های بیمه، توینگ 24 ساعته رایگان و ده ها خدمات مربوط به تصادفات را به ما بسپارید. سی بی اس اوتو بادی شاپ، 6729 لانکشن بولوار، نورس های رود، 818-765-5320. خب یه خبر پزشکی آخر که من بگم، اوزمپیک که داره لاغری جدیدن استفاده میشه علاوه بر اشتها بر سوخت و ساز بدن هم اثر میذاره. اوزمپیک ممکن است آنطور که دانشمندان همیشه فکر میکردن عمل نکند. این داروی تزریقی کاهش وزن که بین شخصیت‌های مشهور تراز اول بسیار محبوب شده است، اکنون تصور می‌شود نه فقط بر اشتهای فرد مصرف کننده بلکه بر سوخت و ساز بدن اثر می‌گذارد. داروی سماگلوتاید که با نام تجاری اوزمپیک به فروش می‌رسد، به دلیل ایجاد احساس سیری در افرادی که آنها را مصرف می‌کنند شناخته شده است. پروفسور دونالد، سرپرست این پژوهش، در بیانیه گفت: همیشه برایم ساده انگارانه به نظر می رسید که این درمانهای جدید فقط باعث می شوند که افراد کمتر بخورند. بنابراین این پژوهش یک گام هیجان انگیز به سمت شناخت ما از نحوه عملکرد این داروی جدید چاقی است. این یافته‌ها همچنین پشتوانه علمی این واقعیتند که درمان چاقی فقط خوردن کمتر و تحرک بیشتر نیست. این بخش پیشگیری است. درمان پیچیده‌تر از آن است. خب وقت برنامه‌مون به پایان رسید. بله. من اول از همه گلمو بردارم که خیالم راحت بشه. مرسی از شما بابت گل. منم بازم تولدت مبارک. مرسی. خانم آقایون از که با ما بودی تشکر میکنم. از فریبا عزیز کارگردان فنی برنامه بسیار سپاسگزارم. شما رو تا فردا ساعت 4:15 در برنامه تاک شو با محمد خردادیان. به به. دعوت میکنم تا 4:15 به فردا در برنامه داشته. خدا نگهدار. خدا حافظ. روز و روزگار بر شما باشه.